اگر که بخوام از شما بپرسم که خصوصیات یک بانو کارآفرین چی میتونه باشه، چی میفرمایید؟ من فکر میکنم که یک چیزی که برای بانو وقتی که میخواد شاغل بشه در درجه اول خیلی مهمه اینه که بتونه بین دنیای دختر یک خانواده بودن، همسر بودن، زن بودن و شاغل بودن یک خط بکشه. چون ما زنان خلاق بسیار زیادی داریم که چون مجبور میشن که تایم بیشتر و در واقع خودشون رو بیشتر وقت به مسائل خانوادگی و زندگی کنن، نمیتونن که فعالیت حرفه‌ای کنن. شغل باید تعریف قطعی جدی جدا از همه چیز برای یک کارآفرین داشته باشه، اولویت باشه. نمیگم که مثلا کسی که کارآفرینه مثلا بچهشو میذاره میره یه ماه بعد میاد، منظورم این نیست، بعدم سوء برداشت نشه. من برام اولویت شغلم، برای که این بچه‌ایه که من به دنیا آوردمش تا باید بزرگش کنم. بله، اینقدر اهمیت داره رسیدگی بهش. و چیزی که مهمه خلاق بودن، پویا بودن، مستقل بودن، متعهد بودن به کار، آفرینش فکری داشتن خیلی مهمه. پویایی این آفرینش فکری خیلی مهمه. فقط موضوعی نیست که من یک کسب و کاری را بندازم چند نفر را استخدام کنم، نه، اون باید دچار رشد باشه. یعنی دائم باید چشم‌اندازهای بعدی تعریف شه. این و این چشم‌اندازها نه فقط به نظر من فکر میکنم یه کارآفرین قراره به این فکر کنه که برای سود خودش قراره یه کارهایی بکنه، ولی یه کارآفرین باید به این فکر کنه که چگونه من و عواملم دارای رشد بشیم، هم رشد از لحاظ مالی برای همه و رشد از لحاظ تعداد آدم‌هایی که در این کسب و کار فعالیت می‌کنن. به نظر من اینا خیلی مهمه. یک اتفاق در ایران افتاده، یه سیستم وزارت کار و جهاد دانشگاهی یک لیستی رو داره جمع‌آوری می‌کنه از خانم‌هایی که خانه دارن و دوست دارن کار کنن و اینها رو ارتباط میده با کسایی که میخوان پیشران باشن، در واقع کارآفرین هایی که میخوان کارهایی رو تخص کنن به این کسب و کارهای خونگی که همون آدم بتونه بچهش نگه داره، هم بتونه خونه داریشه بکنه، هم کسب و کار درآمد کنه. در واقع یک امکانی به نام پیشران رو تعریف کردن که مثلا من به عنوان یک پیشران میتونم تعدادی از این خانوم ها رو در شاخه های مختلف کاری که خودشون اعلام کردن توانمندی دارن به استخدام بگیریم و اینا برای ما دورکاری کنن جدا از بچه هایی که در نزدیک با ما کار میکنن، و خود این باعث گسترش کارآفرینی برای ما میشه. و امیدوارم که این شرایط کرونا بگذره و ما بتونیم این رو خیلی خیلی بیشتر گسترشش بدیم. بسیار عالی، ممنونم از پاسخ جامعتون. در واقع اینجور که من متوجه شدم یک کارآفرین هم خب در مرحله اول باید به مسائل مادی و گرداندن این مجموعه و زیر مجموعهش فکر کنه و در کنارش کارآفرین باشه و در واقع به مسائل معنوی هم توجه زیادی داشته باشه. البته که من معتقدم جدا از بحث این که درآمد کسب کنه و مجموعهش رو پیش ببره و حقوق مجموعهش رو بتونه بده، باید به این فکر کنه که بتونه سودآور برای خودش و برای تک تک اون آدم ها باشه. یعنی من وقتی مجموعه کارآفرینیم رشد میکنه که همکاری که با من کار میکنه، حالا به عنوان کارمند، کارگر، هرچی، اون بدونه که برای اون هم رشد و پیشرفت هم به لحاظ جایگاهی، هم به لحاظ سود و درآمد وجود داره. اگر احساس کنه فقط قراره یه حقوق ثابت مدون داشته باشه، دیگه اون انگیزه ها از بین میره. من فکر میکنم اون که دارای رشد باشه در کارآفرینی خیلی مهمه.